سلام آقایا، سلام عرض کنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، انشاءالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستاره دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بی ایریا سیلیکون ولی، از طریق شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه 2 بعد از ظهر و 9 شب و 3 شنبه و 5 شنبه و شنبه 8 صبح، همه وقت کالیفرنیا در خدمت شما خانم‌ها و آقایان بسیار عزیز و گرامی و ناظرین هستم. خب الان که دارم باهاتون صحبت می‌کنم، مذاکرات وین تموم شد، متوقف شد، و همونطور که در برنامه قبل هر روز خدمتتون عرض کردم، این مذاکرات نتیجه گرفته بود. حالا داشتن سر صدا می‌کردند و گفتم که این میگن آقا دیگه خط به مرحله خطرناک رسیده، وزیر امور خارجه انگلستان میگه و فلان، اینا همش بازیه. اینا به نتیجه رسیدن، حالا روی جزئیات دارن صحبت کردن، در ضمن میخوام تبلیغات هم بکنم که آقا چه ماجرای سختی بود که ما به نتیجه رسیدیم، که هم آقای جو بایدن راحت باشه، هم جمهوری اسلامی راحت باشه، چون دیگه ما همه حق هر دو بگه حقمون رو گرفتیم. در حالی که طبیعتا این مذاکرات همونطور که بارها و بارها اشاره کرده بودم به نتیجه رسیده بود. حالا نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این نشست، یعنی در کنفرانس وین، به پایتخت های کشور خودشون رفتن، چون گفتن ما نیاز به تصمیم گیری سیاسی داریم. معنیش اینی که میخوان برن دقیقا جزئیات رو با رئیس جمهورشون در میون بذارن. حتی آقای کنی، واقعی کنی میره با آقای خامنه ای صحبت میکنه، حتی حتما آقای رئیسی هم حضور دارن. به هر حال نتیجه داده. امروز یکی از مقامات فرانسوی که نخواست نامش فاش بشه گفتش به نتیجه رسیدند، و سخت‌ترین مرحلهش هم همون مرحله که همه میدونیم، میگه برداشتن تحریما و متوقف شدن غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی. حالا دلار چی میشه با این صحبت‌های من؟ این درست چند دقیقه پیش اتفاق افتاد، حتما چند روزی دلار میاد پایین، ولی اثری نخواهد گذاشت. به اساس تمام این اقتصاددانایی که در دنیا هستن، چندی تاشون در برنامه گپ خودمانی با ستاره دلدار اومدن، همه این صحبت‌ها رو کردن که این موقت خواهد بود و مجدداً، چون مشکلات اقتصادی ایران به گونه ای است که با این حرفا قضیه درست نمیشه. و سرانجام مثل اینکه آقای پوتین اونی که میخواست شد. فیلم هایی رو تلویزیون مسکو پخش میکنه که نشون میده آقا چی میگن، بی توجهی و نمیدونم بی احترامی به رئیسی فراتر از این مسائلی بود که ما تا حالا فکر میکردیم، و بالاخره این بی محلی و بی توجهی باعث شد که آقای رئیسی، آقای خامنه ای حرف پوتین رو گوش کنن و توی مذاکرات وین تن بدن به اون چیزی که ابرقدرت ها تصمیم گرفتن. در سفر آقای رئیسی به مسکو فیلم های زیادی رو تازه پخش میکنه. اولا نشون میده که آقای پوتین داره آدامس میجره. اتفاق نیفته. تا حالا شما دیدید جمهوری مملکتی یا پادشاهی مملکتی در یه نشست رسمی آدامس بجره؟ بعدش این که میفرماید نروس بوده با کرواتش بازی میکنه، معمولا این که وقتی آدم حوصله نداره، من خب کروات میزنم، یا واقعا از نوجوانی همیشه من کروات زدم، حوصله نداره با، یعنی نمیخواد، طرف داره زیاد حرف میزنه، حوصله نداره با کرواتش بازی میکنه یا پا به پا میکنه، میگن پا به پا میکرده چون نروس بوده، با استرس روبرو شده. این همش خب تبلیغات بی خوده. اما وحشتناکترین قسمت قضیه اونجا بودی که مسکو یه فیلم رو نشون میده که اولا تلویزیون اوکراین، حالا اینا نشون دادن که آقای رئیسی تن بده، و الا فیلم های دیگه هم داریم که حیثیت میبریم. نشون میده که آقای رئیس اولا وارد کاخ کرملین که میشه، اولا که آقای پوتین زودتر از اون میشینه، در حالی که معمولا از نظر اخلاقی روابط اصولی که متمدنین امروز اجرا میکنن، خب اون که وارد میشه سلام میکنه که رئیسی کرد، اونم گفت علیکم السلام یا سلام علیک. این سلام علیکم خیلی روش تبلیغ کردن،
بله سلام علیک یاد گرفته دیگه، چون فارسی گفته اونم فارسی جواب شده دیگه. خب منم با 10 تا زبون برم بگم سلام علیک، بگم میتونم بگم سلام. برحال نشستن رو میز، آقای رئیسی شال گردن سبز رو گردنش بوده، شال گردن در میاره میپیچونه تا میکنه اینجوری، آمده که میخواد یه چیزی بیاد در دستش بگیره، یه مستخدمی چیزی جا نیست دیگه، هیچکی نمیاد. این برامر نگاه میکنم شال گردن میذاره رو پاش. اولی چه در آوردی حالا؟ حالا که در آوردی نمیدونم، فکر کردی ممکن کسی نیاد؟ نه، خواستم کنفش کنن. و بعد وقتی که میان بیرون، وحشتناکتر از این اینه چه که از همراهان آقای رئیسی تو خیابون جلوی کاخ کرملین یه در پشت میان دنبال ماشین تشریفات میگرده، از این ور میده اونور، از این ور میده اونور، مثل که بخواد تاکسی صدا بکنه. و بالاخره اون ماشین تشریفات میبینه، میگه بخواد بگه که بیا اینجا، واسه میگه کام هیر، میگه گو 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 گو. یعنی واقعا شرمندگیه این آقا که داره میدوه که نمیدونم چه اصلا. ولی نگاه کن آخه یه کسی، آقای خامنه ای درسته به جمهور، آقای رئیسی به قول کسایی که در مبارزات انتخاباتی با ایشون بودن 6 کلاس سواد داره، ولی آدم های دوره برش باید حتما 6 کلاسی باشن. آقا تفاوت گو و هیه رو بلد نیستین. آقا خیلی مسخره است. من فکر میکنم که من به نظر میاد من قبل از که برم دبیرستان و اونجا انگلیسی بخونیم، تو دبستان من گور رو دیگه بلد بودم، یه رو بلد بودم، اینجا و اونجا رو بلد بودم. یعنی اینا دبستان هم از که نرفتم. و چه اصراری داره که حالا انگلیسی صحبت کنه؟ این واقعا اوج شرمندگیه. یعنی خجالات آور تر از این وجود نداره که اون رئیس جمهور بلد به فارسی بگه سلام، ولی که اینا که دوره رئیس جمهوری هم بلد نیستن بگن آقا ماشین بیا اینجا، بس تاکسی صدا میکنه. اصلا واقعا من چی بگم؟ یعنی تو اون مملکت کسی بلد نیست انگلیسی که همراه رئیس جمهور بفرستن؟ خب مثل حالیتون نیست. اصلا آبرو برای شما مسئله نیست، آبروی مملکت برای تو مسئله نیست دیگه. این که بهونه ای نداره که نمیتونی بگی که آقا نمیدونم اتفاق افتاد فلانش رو طبیعت بود، نه تحریم آمریکا بود، ما انگلیسی یاد نگرفتیم. حالا قبل از انگلیسی یاد بگیری حداقل بلد باشه به ماشین بگی بیا اینجا. بعد تمامی داستان ها معلوم شد که آقای پوتین، اولا آقای پوتین متخصص، حالا اینجوری شروع کنم، شما تا حالا دیدید که یه افسر، یه نظامی، مثلا فرمانده تانک شاعر باشه؟ من دیدم. شما دیدید یه شاعر چانکش باشه که در مورد عشق صحبت میکنه، در مورد فلان؟ شما دیدید؟ من دیدم چانکش، شاعر چانکش. شما دیدید که مثلا یه آدم محترمی بعدن، مثلا حالا اینجوری بگم چون بوده بگم، یه آقای روحانی یا آخوندی به دخترش تجاوز کنه، شما دیدید؟ شنیدید؟ من شنیدم. این آقای پوتین هم درست ریاست رئیس جمهور یه ابرقدرته، ولیکن یک لات به تمام معناست. یعنی چجوری بهتون بگم؟ آدمی که رو کم میکنه، اینجوری بگم، آدمی که رو کم کنه، نه به طریق سیاسی، به همین طریق که میبینید رئیسی رو روش کم کرد، میگه حرف منو گوش نمیدی؟ بیا. نه اینکه در مورد رئیسی کرده باشه، در مورد اردوغان هم کرد. اردوغان اومد به جمهوری آذربایجان کمک کرد، نمیدونم ارمنستانی گرفتم، بعد داشت ادامه میداد که بره تقونه من بقیه قسمت مدعی قره‌باغ هم بگیره، که آقای پوتین به علیوف آقا نکنید، اون گوش نمیداد،
چون پشت سرش اردوغان بود هارتپورتون کرد چون میخواد پانترکیست درست کنه. بالاخره جمهوری آذربایجان به حرف تشر آقای پوتین گوش کرد، اردوغان خاص رفت کاخ کرملین همینجوری. حالا این دفعه در برای رئیسی باز بود، اون دفعه در وست پوتین که مجبور شد اردوغان رو صندلی بشینه همینجوری، باور کنه همینجوری نگاه میکنه بس بعد ماد هم زده ها چون بهش توهین شده بود، نشوندش پشت در بعد در رو باز کرد. این آدم، این آقای پوتین، خب اولا یادتون باشه ها مثالا رو گفتم، سرهنگ شاعر دیدید، فلان دیدید، خب پوتین راننده تاکسی بوده، اصلا توهین نشه به راننده تاکسی ها، بهشون بر نخوره که رئیس جمهور روسیه یه روزی راننده تاکسی بوده. نه، خب راننده تاکسی هم فرهنگ خودش داره، کما نظامیه فرهنگ خودش داره. این فرهنگ رادیو تاکسی رانی رو به عنوان یک رئیس جمهور ابرقدرت آورده با سیاست قاطی کرده و بهش گوشت اسمش گوشتیم چی؟ رو کم کنی. این رو کم میکنه، از جمعه روی آقای رئیسی رو کم کرد. بعد یه مسئله دیگه که هستش، چرا اینقدر زور میزد که مسئله اتمی ایران حل بشه تو فرصتی که هست؟ چرا؟ یادتونه من حداقل دو سه ساله دارم میگم که ماجرای ایران با یه چیز بزرگی گره میخوره تا حل بشه، مثلا مثلا اوکراین. حالا ممکن منم 20 دفعه تکرارش کنم و شما ببینید تحولی اتفاقی افتاده، ولی دیدیم که الان شد. آقای پوتین زورش زد چون باید مسئله اوکراین رو جلوی آمریکا میستاد، معامله میکرد و همونطور که 3-4 سال من اینجا مرتب گفتم که حتی همیشه هم گفتم اوکراین، آمریکا و روسیه روی اوکراین و ایران دیل بستن، معامله کردن. به همین دلیل پوتین زور زد، کنف کرد رئیسی رو که قبول بکنه اون چیزی که آمریکایی‌ها میخوان و اروپایی‌ها میخوان. چرا؟ چون اون منافعش یه جای دیگه است. ما هیچ وقت منافعی برای روسا نداشتیم، هرچی بوده که گرفتن بردن، که هیچ وقت متحد ما نبودن که. اینم تبری گرفتن رئیس. پس بنابراین باز حالا میگم که مرکز نهی از منکر نمیدونم چی فلان، یه روزی یه ایمیل یکی برای من از ایران فرستاده بود، امر به معروف نهی از منکر سازمان، که آقا چی شد دیگه پیش بینی نمی کنی؟ خب کردم پیش بینی که می کنم همون موقع که اتفاق نمی افته، مسائل دنیا داره می افته. بعد امروز چی داریم غیر از این مسائل؟ خب یکی از دوستان به آقای مو خلج و نشفیل برای من مسیج پیغام فرستادن، نوشتن که فلان دیگه در مورد فوتبال و ورزش اینا چیزی نمیگی. ما خیلی، من آقای میگه که من خیلی سرم برای در عاشق ورزشم خلاص اینا و نظرات تو رو من خیلی دوست داشتم، حالا امروز ورزش داریم، امروز فوتبال ایران ایران داریم. خیلی خب بریم چند تا پیام بازرگانی ببینیم، برگردیم ببینیم که چی کار میشه کرد در دنباله بحر. حتی همش پیش بینی شده است، چی کار بخواییم بکنیم میدونم چی کار بخواییم. برمیگردم. مرسی. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. دارم بکش از گشنگی هلاکم، غذا هنوز حاضر نیست. دوستم خودش شما چرا اینجوری شدین؟ هیچ وقت غذا حاضر نیست. بسه این که راه ها دوره، فروشگاهاش ناجوره، سبزی رو اینجا میخرم، لبه رو اونجا میگیرم، برای خرید خونه آخر میشم دیونه. این که دیگه هم نره، مشکلت ماتم نره، هم نداره
حرف نمیخوای، زبون الفن نمیخوای، پاشو برو همین امروز بازار جدید نوروز. بازار جدید نوروز همیشه حراج نوروز، فروشگاه صد درصد ایرونی، با جنسا و با صاحب ایرونی، اشیر مرد جون آدمی زاد، هرچی بخوای تو داره. پس میرم دیگه از امروز بازار جدید نوروز، همیشه حراج نوروز. چکرم. نشانی فود بازار اینترنشنال 2270 ساد بسکام در شهر کمبل، تلفن 408-292-23-23. رستوران و سوپر یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار، تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. من برزین سباحت، وکیل دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا هستم. تجربه 30 ساله من در فراهم کردن لیوینگ تراست و تنظیم وصیت نامه و قراردادها بین شرکت‌های بازرگانی و افراد هست. برای اطلاعات بیشتر با دفتر حقوقی دکتر برزین سباحت با تلفن 415-663-2100 تماس حاصل فرمایید. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استونز کریک بولوار روبروی هاندای استونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذاها آماده پذیرایی از شما خواهد شد. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف فینز یا نانهای ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف فینز یا نانهای ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل ها و قیمت های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک 2021 ماهیانه 229 دلار در استیونز کریک سوبارو سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما ماهیانه 169 دلار در استیونز کریک نیسان سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی 2021 ماهیانه 439 دلار در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هوندا آکورد بدون پیش قسط ماهیانه 290 دلار در هوندا آف هالیوود. اتومبیل فورد 4 ویل درایو ماهیانه 219 دلار در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هوندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. دایموند، پرستیج و زیبایی همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم ها و شاه داماد ها،
خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری. نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408 241 3755. گل فروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گل‌ها جهت جشن‌های نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت‌های گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408 771 6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. کیترینگ لیلا در شمال کالیفرنیا از بی ایریا تا ساکرامنتو در خدمت شماست. با خدمات مجالس ما نگران پذیرایی از میهمانان خود نباشید، بلکه خود همچون میهمان لذت ببرید. تلفن 916-996-2719، وبسایت leilacatering.com. خب من صحبت کردم که در واقع آقای پوتین یک شخصیت سیاسی که دوست داره روش هم کنه و سابقش هم گفتم، چون آقای پوتین قبلا راننده تاکسی بوده و یه حالتهای اینجوری داره و مثال آوردم که اردوغانو پشت در اتاقش اونجایی که مستخدما میشه بنچی هست، نیمکتی هست، اردوغان در باز کرد که اینش تو بنچه، چند دقیقه بعد اومد در باز کردم اردنش تو اتاق. در مورد رئیسی هم همین کار کرد. گفتم اونجا برای اینکه ترکیه توی آذربایجان و اینای هارتپورت میکرد، اینجوری کنفش کرد. آقای رئیسی هم حتی شادگردنش که در رو تا کرد کسی نبود ازش بگیره، گذاش رو پاش. و وقتی که میخواد بره قبلش ماشین تشریفات نیوردن جلو در پلای کاخ، آقا میدوه دنبال ماشین تشریفات و بس که بگه کام هیر میگه گو گو گو. و آقای پوتین اینا رو تو تلویزیون پریروز مفصل تو تلویزیون مسکو پخش کردن، پشت پرده سفر رئیسی چنین فرمی داشت که ما دیدیم آقای پوتین داره آدامس میجبه. آه انشالله است. خب ببینید داره آدامس میشه و این خیلی بد بود. یا این آقایی که دنبال تاکسی مثل ماشین تشریفات میگه گو 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 گو. خب این آبروریزی در آوردن چرا؟ چون آقای رئیسی زیر بار خواستای آقای پوتین نمیرفت که باید شما در مذاکرات وین کوتاه بیاید که آمریکای و اروپایی در مورد اوکراین با من کوتاه بیان. و امروز سرانجام به این نتیجه رسیدن که قبول کردن جمهوری اسلامی، مذاکره تموم شد. حالا من از آقای اردلان خان، چون الان میبینم که آقای فاده پاشای تصویرش رفت، سلام میکنم به شما اردلان خان و حتما هم درود دارم برای آقای پاشایی فاتح باشه. آقای اردلان خان به من بگید چه خبره؟ مذاکره تموم شد؟ این برداشت من درسته در مورد سفر آقای رئیسی به روسیه یا نه؟ با سلام خدمت شما، دست اندرکاران برنامه و بینندگان عزیز. ببینید به نظر من برداشت که دارم اینه که روسیه همیشه به همه کشورهایی که ازشون مدتی حمایت میکرد خیانت میکرد. روسیه اصلا کارش خیانت. همونطوری که فیدل کاسترو در یک سفری که نماینده های مجلس ایران داشتن به کوبا در زمان اصلاحات، زمان خاتمی، فیدل کاسترو یواشکی به نماینده ها گفته بود که پشتتون رو به روسیه محکم نکنید، پشتیبان مناسبی نیست، مورد اطمینان نیست. حالا برای اولین بار شاید بتونم بگم در تاریخ که ملاها این همون کار روسیه رو با خودش انجام دادن.
روسیه‌ای که فکر میکرد میتونه با کارت جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا بازی کنه رو دست خورد از جمهوری اسلامی، خیانت دید و پشت پرده جمهوری اسلامی با غرب کنار اومد و دست روسیه رو خالی گذاشت. این یه چیز خیلی واضحیه و برای همین هم بود که پوتین اون هیئت ایرانی یا رئیس جمهور ایران را بهتر بگیم با خیلی سردی پذیرفت، خیلی سرد. حتی وقتی به روسیه گفتن که چرا اینطوری برخورد شد، این دیدار رسمی نبود، این دیدار کاری بود. من نمیدونم یک رئیس جمهور به یک کشور دیگه سفر میکنه برای چه کاری غیر از سیاست، غیر از سفر رسمی، کاری نداره، بیزینسمن نیست که. و اینها همه نشون میده که من همونطور که جلسه پیشم گفتم که نمیدونم، ولی حالا مشخص شد که روسیه از ایران انتظار کاری رو داشته که ایران انجام نداده و ایران برای اولین بار در تاریخ روسیه تنها کشوری بود که همونطور که روسیه همیشه به همه خیانت کرده و پشتشون رو خالی کرده، ایران هم در آخرین دقایق پشت روسیه رو خالی کرد. آه من پس برعکس شما فکر کردم، فکر کردم که این کار کرد که جمهوری اسلامی حرفش گوش بده. پس شما قبلا جمهوری اسلامی پوتین گفته نه؟ من در دو برنامه پیش بهتون عرض کردم که جمهوری اسلامی توافق کرده و تموم شده. دو هفته پیش من گفتم اینو، ادعا رو کردم، الان هم روش هستم، این توافق انجام شده بود. درسته، اینو شما گفتید. آقای فواد پاشایی هم با شما موافق بود. آقای فواد پاشایی تشریف آوردن، بعد یه چند لحظه رفتن و ما نگران شدیم که چی شد. آقای فواد پاشایی، جمهوری اسلامی به پوتین خیانت کرد، رفت و غرب ساخت که پوتین اینجوری رئیسی رو کنف کرد، یا اینکه نه قبلا جمهوری اسلامی به روسا حال نمیداده، آقای رئیسی اومد اونجا و پوتین حالش گرفت و اینا الان توافق کردن چون بود مذاکره تموم شد. به من بگید که کدومی که به نظر شما درسته. صداتون هم نمیاد. من عرض سلام دارم خدمت شما و آقای اردلان عزیز و بینندگانتون در سراسر جهان. جمهوری اسلامی به نظر من از سالهای پیشون در برابر روس به حساب روسیه دست پایین رو گرفته بود، بسیار ملتمسانه و حقیرانه رفتار میکرد. او توقع داشت که همچنان این رفتار ادامه پیدا کنه. جمهوری اسلامی به این جنبنده است که نمیتواند در با غرب با نگاه رفتار بالا نگاه کنه و نمیتونه رو روسیه حساب بکنه. به همین دلیل خب تصمیم گرفت که مهره تازه با مهره غرب وارد صحنه بکنه. ولی به نظر من در این مذاکرات وقتی که با چنین رفتاری با رئیسی شد، رئیسی باید در اصل ترک میکرد و اصلا بلند میشد از میز مذاکرات. در اصل بلکه ما دیدیم یه فیلمی که سالها پیش در زمان گورباچوف وقتی که مثلا چچنی ها که مثلا شورشگرانی بودن در داخل خاک روسیه آمدن برای ژنرال چچن برای مذاکره آمد به مسکو، آقای گورباچوف رو وادار کرد، گفت باید اصلا میزد بلند بشی، با همین لبش گفت باید بلند بشی و با من در یه جای مصاحبه بشی، تو کسی نیستی که بخوای بالاتر من بشی وقتی من وارد میشم. تازه اون یک ژنرال ساده بود در یک کشور داخل که اون موقع داخل روسیه بود، چچن و در حال مخالفت با روس حکومت مرکزی بودن و به جا بود که واقعا رئیسی چنین اقتداری از خوششون بوداد. ولی خب چون اصولا اینها نه با دیپلماسی آشنا، نه اصلا میدونن دیپلماسی یعنی چه، نه اصلا به رفتار برابر غیر برابر معتقدن، حقیقتا اجازه داد که در حساب پوتین باش این چنین حقیرانه رفتار کنه و این چنین حقیرانه باش برخورد کنن. حتی تیمی که همراهش بود تیم کار کشته سیاست مداری نبود که بتونه اون صحنه رو و اون پالیسی های سیاست خارجی رو درست عمل کنه و درست رفتار کنه. و یعنی خب اگر یک تیم درست هم شما فیلم رو نشون دادی، ماشین تشریفات و اون جایی که میسته اینه باید از همون در خارج بشن، دست میدبانی چی بشه بگه برای در آشپزخونه بره بیرون، همین کار کردن، در آشپزخونه بیرون شروع کرد. ماشین دم در اصلی گمی دارن به این میگن در آشپزخونه برو بیرون. خب این وظیفه خود رئیسی که نمیتونه دعوا کنه، وظیفه اون همراهاشه که بتونه این مطالب رو از قبل با دقت، تیم سکیوریتی، تیم امنیتیش تمام مطالب رو از قبل با دقت تمام کنه. ولی خب چون اینها انتخاب آدم هاشون بر مبنای ضوابط و تجربه و دانش نیست، بر مبنای رفاقت و دوستی و
پسرخاله محمود آغاس رو پسرخاله فاتح خانم انتخاب میکنن، خب همینجوری هم از کار در میاد و حقیقتا آبروی مردم ایران رو میبرن در این ترین مطالب سر جهانی. آقای فواد باشه کاملا قشنگ گفتید. ببینید تو این سفرها من حالا تو خاطرات علم میگه که وقتی که شاه خواسته بره بیاد آمریکا با کندی مذاکره کنه، ملاقات کنه، از اونجا به سفیر آمریکا در ایران اطلاع میدن که به شاه بگید که در هیچ کدوم از این مراسمی که با کندی حضور داره لباس نظامی نپوشه. یعنی همه چیز سته، همه چیز مشخصه از پیش کجا میرن، چه سرود میزنن، 21 تیر تو در میکنن نمیکنن. اصلا این داستان این خیلی آشفته بود آقای افغانی. تمام این پروتکل ها نوشته میشه، حتی چند نفر در صف استقبال هستن که تک در صف استقبال میان چه کسانی تو صف ها میزن. شما وقتی وارد میشی با چه کسانی به حساب که باید شما طرف مقابل باید تایید کنه که من میخوام این اشخاص در اون طرف استقبال من باشن یا نباشن. تمام پروتکل ها نوشته میشه به دقت درست برام شما. ولی متاسفانه در ایران چون کسانی که مسئولیت این کارها دارن بر مبنای به حساب تجربه دانش و لیاقت انتخاب نمیشن، خب طبیعیه که کار اینجوری نکار در میاد دیگه. خب حالا من گفتم که امروز میخوایم در مورد ورزش صحبت بکنیم و کسی هم داریم چون فوتبال ایران به جام جهانی رفت خیلی زود، خیلی زود و هنوز سه شات بازی مونده تیم ایران کوالیفای شد برای جام جهانی. دیروز عراق زد و قراره که حاج رحیمی پور هم که فوروارد تند و تیز من موقع تو چامرچی برش می‌نوشتم آهوی تیزپای پرسپولیس، امروز تو برنامه من هست در مورد فوتبال دیروز و مسابقه دیروز هم نشون میدیم خلاصه‌ش. ولی که من که گفتم آقای فواد پاشکو آقا بیا اصلا امروز در مورد فوتبال صحبت کنیم در مورد ورزش. حالا دو تا نه خوبه به نظر من دو دقیقه وقت داریم چون می‌خوام حاج رحیمی پورم بیارم. آقای اردلان در مورد فوتبال مسابقه دیروز و ورزشگاه و اینا چی فکر، چون برای اولی هم دیدید یا ندیدید برای اولی مرتبه بعد 43 سال خانم اومدن تو استادیوم آزادی. بفرمایید یا آریامه بفرمایید اصلا این آقای بفرمایید چی بفرمایید. ببینید جمهوری اسلامی برای باقی موندنش هر کاری حاضر میکنه و براش هیچ مسئله نیست که خانم ها به استادیوم برن یا نرن، فقط میخواست که کنترل خودش رو نشون بده. الان هم که خانم ها رفتن میگه خب ما اجازه دادیم که برن، یعنی بازم از موضع بالای خودش رفتار. ولی اگر اجازه نمیداد تیم ملی ایران نمیتونست به جام جهانی صعود پیدا بکنه و این از شروع فیفا برای این. الان خود جمهوری اسلامی که در وضعیت بدی از لحاظ سیاسی قرار داره از این قضیه فوتبال به نفع خودش داره حد اکثر استفاده رو میکنه، یعنی میخواد بگه که این ما بودیم که باعث شدیم که ایران دوباره بره جام جهانی، این کمک های ما بود، اقدامات ما بود تا مردم رو یه خود از اون حالت تدافعی در بیاره در مقابل جمهوری اسلامی. حتی توی استادیوم هم عکسایی که من دیدم خانم هایی که اونجا بودن هم خیلی هاشون حجاب کاملی نداشتن و دفعه پیش هم شما گفتید که در بین تماشاچی ها بعضی وقتا از بین خود رژیم و بین تیما مثلا مسئولای تیما آدم هایی رو میزنن، اونجا هم از خانم های طرفدار خودشون خود رژیم با مانتو و چادر و روسری های خیلی سفت و سخت بودن که شعار هم میدادن که بگن که آره ما خانوما رو آوردیم، ولی اون خانمایی که اونجا بودن کنترل کننده بقیه بودن در واقع که یه وقت به اصطلاح از دستشون کاملا درست به خیلی باشه، چون تماشاچی ها رو اصولا جمهوری اسلامی تیم داره برای کنترل تماشاچی، نه پلیسا شعارا، اون تیم خود جمهوری اسلامی میشینه وسط جمعیت هر شعاری بده بقیه بهش میگن لیدرهای هواداران، رهبرای عبادم. آقای فاده پاشه فوتبال دیروز حالا غیر از اینکه خیلی مهم بود ما به جام جهانی رفتیم اتفاق دیگه هم افتاد، خانم ها اومدن استودیو، نظرتون چی بود؟ حالا در مورد مسئله آمدن خانم ها به استودیو اگر اشتباه نکنم بیش از 7-8 سال است که ایرانیان و بخش های مختلف جامعه با این مطلب مبارزه میکنم. اگر دارم یه سوده شاید 4-5 سال پیش بود که یک نامه رو من آقای بیژن مهر خانم افشین جم
آقای بیاتی که از بازیکنان تیم ملی فوتبال بودن، آقای مصطفی عرب که خودشون کاپیتان تیم ملی بودن، اینا به فیفا نوشتیم و اعتراض کردیم به این حرکت و بعد از اون هم بانوان بسیاری در این مورد این مبارزه ادامه دادن. یاد اون میاد دختری که به حساب خودش آتش زد، دختر آبی معروف بود، به خاطر حضور در استادیوم و مبارزاتی که واقعا زنان با پشتکار و جدیت در این مورد انجام دادن و فشاری که این بانوان به فیفا آوردن و فیفا رو متوجه کردن که چنین تبعیض در ایران انجام میشه و چنین دوگانگی در ایران هست و فیفا رو وادار کردن بر مبنای با که فیفا نمیخواست مثل خودش رو قاطی کنه، ولی زیر فشار افکار عمومی مجبور شد که این فشار رو به ایران بیاره که اگه نکنی ما همجوری اردن فرمودن شما رو بهتر به جام جهانی راه نمیدیم. و این نتیجه مبارزات مردمی است که زنان و دخترانی است که میخواستن در استودیو باشن و تونستن تا به دیوار جمهوری اسلامی در این مورد به خصوص فرو بریزن. ولی من میخواستم حتما توجه رو به همه بینندگانتون بدم که اگر ما امروز در جام جهانی هستیم به دلیل تلاش، زحمت، پشتکار جوانانی است که با عشق و علاقه ورزش میکنن، نه که این تیم نه که به اونها میرسن. عکس‌ها، مدارک، به طور شواهد بسیاری هستش که تیم‌های ورزشی ایران و بازیکنان بتا ورزش ایران با کمترین توجه به حساب در مقایسه با همترازانشون در جهان برخورد میشه باشون. قهرمانی که با داشتن 5-6 مدال جهانی باید کنار خیابون دست بروشی کنه، قهرمانی که شب باید توی فرودگاه کنار فرودگاه بخوابه برای اینکه به دلیل پاسپورت ایرانی بهش ویزا نمیدن بره توی هتل شب بخوابه، بعد شب توی فرودگاه بخوابه. حقیقتاً بچهای ایران به نظر من با چنگ و دندان دارن آبروی ایران رو حفظ میکنن و واقعا باید اینا رو محترم شه مول به عزیزشون داشت. به نظر من یک دنیا ممنون جناب آقای فؤاد پاشه، یک دنیا ممنون جناب آقای اردلان مقدم، سپاسگزارم. گفتم چون امروز مهمان دارم بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس در مورد مسابقه دیروز ایران و عراق قرار با ما باشه، اجازه بدید که این هفته استثنا زودتر با شما خداحافظی کنیم و بریم سراغ اسماعیل حاج رحیمی پور. ممنون، خداحافظ. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. گشنگی حلاکم غذا هنوز حاضر نیست. دوستم خوده شما چرا اینجوری شدین؟ هیچ وقت غذا حاضر نیست؟ حسین که راه ها دوره، فروشگاهاش ناجوره، سبزی رو اینجا میخرم، لبه رو اونجا میگیرم، برای خرید خونه آخر میشم دیوونه. این که دیگه هم نره، مشکلت ماتم نره. هم نداره مشکلم، ماتم نداره با این زبون الکن. What is this, what is that, how much this, how much that. ما صفایی بلند بالا تا کی بشه نوبت ما؟ صف نمیخوای، زبون الکن نمیخوای، پاشو برو همین امروز بازار جدید نوروز. بازار جدید نوروز؟ همیشه حراج نوروز، فروشگاه صد درصد ایرونی، با جنسا و با صاحب ایرونی، اشیر مرد و جون آدمیزاد، هرچی بخوای تو داره. پس میرم دیگه از امروز بازار جدید نوروز، همیشه حراج نوروز. چکرم.
نشانی فود بازار اینترنشنال 2270 ساد بسکام در شهر کمبل. تلفن 408-292-2323. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپک، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی، با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. من برزین سباحت، وکیل دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا هستم. تجربه 30 ساله من در فراهم کردن لیوینگ تراست و تنظیم وصیت نامه و قراردادها بین شرکت‌های بازرگانی و افراد هست. برای اطلاعات بیشتر با دفتر حقوقی دکتر برزین سباحت با تلفن 415-663-2100 تماس حاصل فرمایید. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم‌نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک 2021 ماهیانه 229 دلار در استیونز کریک سوبارو سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما ماهیانه 169 دلار در استیونز کریک نیسان سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی 2021 ماهیانه 439 دلار در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هوندا آکورد بدون پیش قسط ماهیانه 290 دلار در هوندا آف هالیوود. اتومبیل فورد 4 ویل درایو ماهیانه 219 دلار در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هوندا، نیسان، فورد، انفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استیونز کریک بولوارد روبروی هاندای استیونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذاها آماده پذیرایی از شما خواهد شد. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. گلفروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها، جهت جشن‌های نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت‌های گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن.